آزار و اذیت ها فقط مختص جامعه مسیحیان و بهاییان نیست. یهودیان ایران هم سالها بعد از انقلاب زیر فشار جمهوری اسلامی بودند. کارآفرین و سرمایه‌گذار یهودی حبیب الغانیان که بسیاری نامش را با ساختمان پلاسکو و صنایع آلومینیوم در ایران به یاد می‌آورند، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعدام شد. اعدام او که رهبر جامعه یهودیان ایران بود همزمان شد با اشغال سفارت اسرائیل و تقدیم آن به یاسر عرفات و قطع ارتباط با اسرائیل. از همان زمان یهودیانی که قرن‌ها در ایران زندگی می‌کردند کم کم کشور را ترک کردند و بسیاری به اسرائیل مهاجرت کردند، مهاجرتی که هرگز بازگشتی نداشته. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو گزارش می‌دهد. دلتنگ محلمون، رفیقا، مدرسه که بودم، هر شب خواب میبینم ایران بودم، با کیک بودم، با این بودم، با اون بودم. آدم، من با اینا بزرگ شدم. پیراشکی خسروی، اولین دو چون خیلی خاطرات خوبی دارم. آرزو دارم که برم ایران، برم سر خاک پدر بزرگ و مادر بزرگم زیارت کنم. آهنگای ایرانی میگذارن و چیز من ایرانه، پدرم اونا رو میخوندن کریم میشینه، برای که نمیتونه آدم فراموش کنه. نام وطن خانه نشین است، ایران من و ما، همه جا در تب و کین است. ای هموطنان گرد هم آیید که امروز نقش حرکت عکس زمان پشت به زین است. وای وای وای. تعداد یهودی‌های ایرانی در اسرائیل بین 250 هزار تا 300 تا 300 هزار. دلم تنگ ایران میشه، دلم تنگ خواهرم میشه که تو ایران خیلی بله فیلمای ایران رو میبینیم تو تلویزیون، آدم دلش پر میزنه دوباره بره مسافرت کنه اونجا. من مخلص همه ایرانی هستم، به هر جای وایستادن، هر جای هستن، از هر طبقه هستن، عاشق تمیزیشونم، عاشق معرفتشونم. ایرانیان اسرائیل هنوز پس از 40 سال در پیچ و خم کوچه های خاطراتشون و دلتنگی برای زادگاهی هستند که اجازه ورود به اون را ندارند.